خیلی خوش آمدید، خیلی ممنون، متشکرم. با نام و یاد پروردگار سلام، شما بیننده برنامه کودک شو هستید از شبکه نسیم، ویژه برنامه نوروز 98. همراه من باشید پژمان واضحی. خب در بهار 98 هستیم بچه‌ها، اونایی که عیدی گرفتن دستاشون رو بیارن بالا. بله بچه‌ها همه عیدی گرفتن. ما گفتیم در برنامه‌هایی که پیش از عید داشتیم، گفتیم که برای بچه‌ها حتما عیدی بگیرید، اگرم بتونید که وسایلی که دوست دارن براشون تهیه بکنید، خب چه بهتر، میتونه خاطره خوبی براشون باشه و ازشون استفاده کنن. اما کسایی که پدر مادرایی که بچه‌هاشون بچه نقد عیدی گرفتن، لطف کنن برن برای بچه‌ها حساب باز بکنن. این حساب رو در مناسبت‌های مختلف اگر به شکل نقدی جایزه گرفتن یا عیدی گرفتن یا مثلا کادو گرفتن، بریزن به حسابشون، در بزرگسالی به دردشون خواهد خورد. مثلا دانشگاه قبول میشن، این دفعه می‌بینید اولین شهریه دانشگاه رو خودشون از حساب خودشون تونستن پرداخت بکنن. بریم برنامه امشب رو آغاز کنیم. انقدر بذر گذاشتم دیگه بخواد نخواد یه دوتا تروبچه رو به ما میده. آره، ممنون. عالیه. سال 98 گیاهخواری. ممنون. وقتی که در واقع روش کردن و میوه دادن و تروبچه دادین، هم شیوی داد مال خودم تو خونه سیر داد. آره سیر داد. سر نهار و شام و اینا استفاده کردیم، یادتون میکنم. براتون نمیارم، یادتون میکنم. مهمانان امشب ما 4 سال زندگی مشترک تشکیل دادن، از دوستان خوب من هستن. ما یک فیلم سینمایی رو به اتفاق کار کردیم، اگر فرصتی شد راجع بهش صحبت خواهیم کرد. نقش بسیار خوبی داشتن، از جوانان با استعداد عرصه سینما در کشور هستن و میخوام دعوت کنم از جناب آقای عباس غزالی و همسر محترمشون. سال نوتون مبارک باشه. خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون. سال نو مبارک. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. بیست که لطفاً به سلام علیکی داشته باشید. نه با خانوم مقدم تران بفهمید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. شما مهارتتون میشه. نه خواهش میکنم. چجوری راحت تری من شروع کنم؟ شما شروع. نه جدی. اگه راحتی بگم. نه خب. به نام خدای مهربون. سلام عرض میکنم خدمت شما. های بازقی دوست و همکار گرامی من و همچنین همکاران خوب و زحمتکشتون و یه سلام ویژه خدمت حضار محترم توی سالن و عزیزان بیننده داخل منزل. سال نو همگی مبارک. امیدوارم سال خیلی 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 خوب و پربرکت در انتظار هممون باشه. و سرکار خانم غزالی، من هم سلام عرض میکنم خدمت همه کسایی که ما رو میبینن، چه اینجا چه توی منازلشون، و سال نو رو بهشون تبریک میگم. امیدوارم که امسال سال خوبی برای ان شاء الله. خب عباس غزالی متولد شهر ری در سال 1363 و اینکه از 13 سالگی کارتو شروع کردی. بله من در البته اینجا 13 سالت نبود، اینجا چند ماهت بود؟ آره اینجا فکر میکنم که فکر کنم 5-6 ماهه بودی. آره یک سالم نشده ولی خیلی متفکر و آره نور یه جوری تابیده از اینجا حس گرفتن شروع کرده. آره حس گرفتن میگه از اینجا شروع، ولی یه جوری نور تابیده که قشنگ فکر میکنم مشخص منم. نه بله کاملا مشخصه. عباس غزالی کوچکه. خب از 13 سالگی شروع کردی، یک دوری هم اجرا داشتی. من یادم بله. اجرای برنامه شما رو میدیدم در تلویزیون. بله زنده باشین. چی شد بله. که اصلا گذاشتش کنار؟ نه واقعا همون موقع هم که اجرا میکردم خودم رو مجری نمیدونستم. برنامه نوجوانان بودش، در واقع سالها شبکه تهران پخش میشد و
مثل خودت که میدونی بازیگری به هر حال همیشه روی خوش به آدم نشون نمیده، مجبوریم در واقع خودمون در شرایط مختلفی قرار بدیم، خودمون رو امتحان کنیم. ولی همون موقع هم که اجرا میکردم واقعا مجری بازیگر بودم و وقتی که مسیر اصلی خودم رو پیدا کردم در بازیگری و جای پام توی بازیگری سفت شد، سعی کردم دیگه اجرا نکنم و همون بازیگری رو ادامه بدم. و با احترام به همه کسایی که اجرا میکنن مجری هستن، من هیچ وقت خودم رو مجری معرفی نکردم. بسیار یه نکته من بگم راجع به اجرا. هر آن چیزی که هر فرایندی که در حوزه صدا و تصویر اتفاق بیفته برای یک بازیگر، برای کسی که در واقع تعلیم دیده برای این کار، جذابیت میتونه ایجاد بکنه. زنده باد. و این رو اضافه کنم پژمان عزیز، خودت میدونی که در واقع در بازیگری چقدر تمرکز حرف اول رو میزنه. و واقعا اگر امروز روز در بازیگری یک کوچولو تمرکز دارم، از همون دورانی هستش که توی استدیو اجرا میکردم و مجری بودم و به شدت سعی میکنم که توی بازیگریم این تمرکز رو در واقع ازش استفاده کنم و واقعا دوران خوبی بود برای من. بسیار. ما یه سال نو مبارک به دوستان همکارمون در تلویزیون بگیم، به بچه‌هایی که کار اجرا انجام میدن، کسایی که حالا بیشتر شناخته شده هستن و کسایی که شاید در مراکز استانها دارن این کار رو انجام میدن، یه خسته نباشید میگیم به شما، یه خدا قوت میگیم، مخصوصا در ایام نوروز که همه پرمشغله هستید و همه برنامه‌های مختلف دارن و قراره که تمام توانشون رو بذارن تا خانواده هایی که در منزل نشستن در واقع میزبانشون باشن و ماها مهمان خانه شما. خب قراره که از خاطرات کودکی بگیم، قراره که در برنامه کودک شو کودک بشوید. خیلی شلوغ بودی؟ خیلی. اسم برنامه‌تون رو دوست دارم. من تو آیتمی که قبل برنامه ضبط می‌کردم گفتم که اجازه بدین عینک رو چشمم باشه، گفتن چرا، گفتن اگه برنامه باشه شطرنجی کنید من از کودکی میگم. من خیلی کودکی عجیب غریب شر بودی، یعنی خیلی 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 شیطون، یعنی هر چی شکستگی و اینا تو سر و صورتم هست مال همون دوران کودکی. چند تا بخیه خوردی در زمین؟ خیلی. نشمون همین یه دونه کافی. اینو اصلا اینو کجا یادگاری گذاشتی واسه خودت؟ من توی مدرسه در واقع یه بازی بود به اسم گانیه، شنیدی؟ من یادم نیست. با یک محوطه ما یه دهه با هم تفاوت سنی داریم. آره فکر میکنم تو دهه شما نبودی. ما دهه پنجایی هستیم. اون موقع فکر میکنم برای شما هفت‌سنگ و تیله بازی و اینا بود. همیشه فوتبال و نمیدونم فوتبالو که دیگه، آره فوتبالی هم هستیم، دولایه و نمیدونم دروازه کوچیک و آره دوره ما اونجوری بود. اونجا شکستی که یه محوطه ای هستش که چند نفر در واقع توی زمین هستن، یک نفر با یه پا باید دنبال بقیه بکنه و بعد توی یک تایم مورد نظری در واقع باید بسوزونتش و تایمه داشت تموم میشد و من میدونستم که این چهار تا قدم و لیلی برم نمیرسم بهش و پریدم و جا خالی داد من توی کنج دیوار در واقع قشنگ جاتون خالی در واقع شکاف. آره شکاف. تو این یادگاری از اون موقع مونده دیگه. خب ما از خانم غزالی بخوایم خودشون رو کامل معرفی کنن. شما فامیلی خانوادگیتون؟ کریمی. خانم کریمی اینجا میخوام خانم کریمی بپرسم چون مربوط کودکی خانم کریمیه. بعدن دیگه از 4 سال پیش به بعد رو دیگه خانم غزالی صدا شد. شما هم عکس کودکی شماست. فکر میکنم 2 سالتون بود. تقریبا فکر میکنم بله. درسته خاطر این عکس میدونید چیه یادتون هست؟ این عکس ویژه‌ایه چون پدر من اون موقع ها جبهه بودن و این اون موقع که من به دنیا اومدم ایشون رفتن و معمولا هم طولانی میموندن. عجب. این عکس همیشه باهاشون بوده، اکثرا هم موقعی که حالا جایی میرفتن تو دستشون بود که بعد از مدت ها میگه اصلا این عکس انقدر مچه شده عکس ها برفته، ولی خب تونسته بودن یه اسکنی از این عکس داشته باشه. خود عکس دیگه نیست ولی این پدر شما هستن. منم بهشون سلام میکنم. شما هنوز فرزند ندارید ولی ایشالله که به زودی این اتفاق بیفته. اون عکس رو بعدا متوجه میشید. بله. تو عکس تو دستشون بوده. حالا بنده خدا این همه با عشق میگن اون زمانی که ایشون رزمنده بودن در جبهه بودند، مطمئن باشید بعد از خدا اتکاشون به این عکسه بوده. یعنی بنده خدا وقتی میومدن منو ببینن، من چون چند ماه گذشته کوچیک بودم همیشه فرار میکردم و همونم براش لذت بود. یعنی باور نمیکنین اون عکسه توی آقا خیلی بد شده این دور و زمونه، الان همه چی موبایلی شده، عکس بچه‌مون رو میذاریم رو موبایل و دقیقاً بله
این عکس شما بله پدر من هستن که شما بغلشونین دست شما در نکن آره بله بله مشخص از اون موقع هم پرسپولیسی بودم مشخص نه بالاخره گفتی اسم تیم تو من پدرم رو 6 سال پیش شب عید از دست دادم. آخه خدا رحمت کنه. خدا رحمت کنه همه عزیزانی که در واقع در بینمون نیستن و به رحمت خدا رفتن. تا میتونیم قدر کسانی عزیزانمون که الان پیشمون هستن بدونیم. یعنی بعد ازدواجتون رو ندیدم پدر. نه متاسفانه و همیشه این حسرت توی دلم میمونه. باید قدر پدر مادرمون و عزیزانمون رو بدونیم. زنده باشین. زنده باشین. چرا که بگذره و از دستشون بدیم فقط عکس و چند تا خاطره میمونه دیگه دستمون بهشون نمیرسه خدا پدر مادر همه عزیزان رو بالا سرتون رو حفظ کنه و اونایی که به رحمت خدا خدا رحمتش کنه روحشون شاد باشه بله من این عکس رو خیلی دوست دارم و کنار همون عکسی که در واقع خانومم با پدرشون کنار هم هسته هر دومونم قرمز پوشیدیم هر دومون پرسپولیسی هستیم بله کنار هم در واقع میکسش کردیم و توی قاب عکس توی خونه هست و همیشه کنارمونه پدر شما که هستن؟ بله هستن. پدر شما هم هستن دیگه الان. بله. پدر ایشون بله. پدر شما هم هستن. دقیقاً. هیچ فرقی نمی‌کنه. همون جا داره تشکر کنم. محبتشون میتونید بگیرید ازش. مادر خانومم که واقعاً خیلی برای من عزیزن. مثل پدر و مادر واقعی خودم دوستشون دارم و واقعاً جای خالی پدرم رو پر کردن. بسیار عمو. براشون دست بزنید. آقای غزالی اهل تکنولوژیه. باور نمی‌کنین بهترین تکنولوژی که توی زندگیش دیده بود در دوران کودکی بخاری بوده گفتی که بخواه راجع به اعتیادش به اینترنت بگین نه 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 اصلا آره بعدا به اون میرسی آره ولی گفتی که دوران بچگی تکنولوژیه که تو رو اصلا وسوسه میکرد معمولا این از همون خاطرات عجیبه دیگه و قطعا یادمونه هممون که روزهای جمعه در واقع تلویزیون همیشه چقدر خوب بود که در واقع فیلم سینمایی میذاشت فیلم و همه خانواده ها میشستن پای اون فیلم سینمایی و روزشون واقعا با اون فیلم سینمایی میگذشت سالنمون به این شکل بود که تلویزیون اونور بود دقیقاً قرینش اینور بخاری بود و همه جلوی تلویزیون فیلم میدیدن من میشستم مثل سامورایی جلوی این بخاری و به این فکر میکردم این چیه و ساعت ها این میگذشت و یک روز من دیگه خسته شدم گفتم که باید ببینم این چه جوری خاموش میشه چه جوری خاموش نمیشه و یه لیوان آب گرفتم با عزتون و اینو من ریختم روی شیشه بخاری نفتی بود دیگه اون موقع و ترکید قشنگ ترکید و یعنی وحشتناک بخاری بود یک شیشه شیشه آره شیشه آره شیشه نفتی بود آره دقیقا و ترکید و از اونجا به بعد در واقع تکنولوژی رو برای یه مدت گذاشتم کنار رو کلی خاطرات اینچنینی دارم من هم یه خاطره بامزه دارم حالا که گفتی بخاری من از سال 68 که مثلا دوم دبیرستان سوم دبیرستان بودم رفتم شمال پیش پدر بزرگ مادر بزرگم که روحشون شاد باشه پدر بزرگ من اولین مدیر مدرسه استان گیلان بودن یعنی اولین مدیر بودن که در دبیرستان پسرانه مدیریت می‌کردن خیلی آدم مقیدی بودن و خیلی آدم از اینایی که سر ساعت بری سر ساعت بیای خیلی منظم و شما یادتون نمیاد در 60 ولی اینجوری بود که سر یه ساعتی بعد میرفتیم این مخزن بخاری رو از نفت پر میکردیم بعد زمستون سرما بارون باد میزد بعد میرفتیم یه شیر داشتین شیره رو باز میکردی ساعت ها وای میستدین 4 لیتری پر بشه بعد از اینایی که الان نمیدونم هست یا نه از اینایی که پایینش یه دونه دستگیره داشت بالاش هم یه دونه دستگیره داشت و اینو باید با یه دست مثلا خیلی با آرامش میریختیم توی بخاری تو مخزن بخاری چون اگر یه قطرش میریخت بیرون از اونجا دیگه واقعا با بوی نفت نمیشد خوابید یادت هست؟ درسته من نه شما یادتون نیست بعد یه تنظیم اونا که الان همسن سال منن یادشون هست بعد یه تنظیمی داشت اون تنظیمی یه ذره بیشتر میشد این تکنولوژی که میگی تکنولوژی هم خیلی ساده بود یه مخزن بود که چکه چکه این نفتا رو میریخت توی اون کوره داغ میشد و تمام خونه داغ راست میگه واقعا بخاری و بعد دوده و لوله بخاری و توی بهار خونه تکونی باید میکردیم همه رو باید لوله بخاری رو در میابودیم میشستیم خیلی داستان داشت خیر ولی یه اتفاق جالب افتاده در زمان ازدواج آقای غزالی و همسرشونه که روز خواستگاری گفتن که خیلی خب بقیه صحبت با خانواده ها من با عزتون برم سر فیلم برنامه باشته رفته سر کار آقا واقعا پژمان تو منو میشناسی بله. واقعا من خجالتی ام یعنی علاوه بر نقشایی که بازی کردم تو زندگی واقعیم خجالتی ام ببین
من اون روز رو گفته بودم به خانومم اینطوری و به خانومم گفتم که میگی دیگه همه شرایطو میچینی. باورشون نمیشه. نگفته بود. یعنی من میگفتم که الان هماهنگ کنم من برم دیر شبکاری هم مثلا شب نیمه شعبانم بود. خیابونا ترافیک و واقعا من این سمت تهران باید میرفتم اون سمت تهران. مطمئن بودم توی ترافیک گیر میکنم و اینها. دیدم هی داره میگذره و خانومم یادش رفته بود بگه. ببین من قرمز بنفش صورتی است همینجوری رنگ عوض میکردم فقط من اینو چهجوری داشتم آب میشدم برم میرفتم تو مبل دیگه بعد در نهایت گفتم که خیلی خوب من دیگه اگر اجازه بدی اینو من قشنگ یادم به در خانوم و در خانوم نگاه کردن گفتن که چی شد من از اونجا متوجه شدن که دارن با کی وسط میکنن دیگه هیچ توقعی کلا نداره نه اینجوری هم نیست واقعا ببینید شما برای مردم الان نوروز شما وقتتون رو گذاشتید در ایام نوروز تشریف آوردید داریم فیلم برداری میکنیم مردم عزیز و محترم ما هم وقت گذاشتن کار ما زمان نداره من یادم سر سریال سایه آفتاب آقای آهنج بودم و برادرم تو اردیبهشت ما رفتن برادر بزرگترم رفتن خواستگاری همسرشون و من گفتم که آقا من باید برم و من امروز روز مهمیه چون برادر بزرگم بود اولین بار بود قرار بود که عروس بیاد تو خانواده ما به هر حال همه خانواده دوستشیم باشیم بعد یافه دستیارمون اومد اسم نمیبرم خیلی هم از دوستان خوب من هست گفتش که آقا امشب نمیشه بری گفتم آقا من میشه ما این همه برنامه‌ریزی کردیم آقا دقیقا. شما یه لوکیشنی هستیم بایستی لوکیشن رو تو فردا تحویل بدیم نمیشه بری بعد حالا اون شب رفتن و فرداش اومد و عذرخواهی که آقا ببخشید اینجوری شد گفتم ببین فلانی فقط 11 مهر عروسیشونه اون روز منو آف کن خندید گفت ای بابا چه حرفی میزنی اوه الان اردیبهشت 11 مهر بود اما 11 مهر من نیستم عروسی برادرم روز 11 مهر شد دو روز مونده و فیلم برداری تموم شد دو تا سکانس منم مونده بود همش هم تو بازی داشتی همش هم من بازی داشتم ببین میگفت تو رو خدا میگفتم ببین من ماشین بعد برم دنبال برادرم بعد برم ببرمش نمیدونم همسرش رو سوار کنم یعنی همه داستانا با منه بالاخره صبحش ما رفتیم سر کار واقعا تا مثلا ساعت 2-3 بعد از اون من مجبور شدم از ساعت 6 صبح رفتم سر کار بعد دیگه رفتیم عروسی و دیگه بوده بودم مثلا وسط راه لباس عوض کنم کوچه اول بپوش و داستان نه واقعا کار همینه بله من تو لحظه گفتم که شاید حرکت زشتی باشه ولی ناراحت ولی واقعا پدر مادر خانمم در واقع خیلی شرایط رو در کرده بودن و اتفاقا گفتن که بله حتما برو به کارت برس و ولی معمولا همه تصورشون از هنرمنده اینه که یک عروسی میگیرن اونایی که توی صفحه های مجازی دنبال میکنن میگن او فلانی رفت عروسی گرفت الان هم مد شده همه تولدهایی نمیدونم آنچنانی میگیره نه اونجوری هم نیست واقعا خود آقای غزالی الان توضیح میدن یه عروسی ساده گرفتن دقیقا سعی کردن که دور از حاشیه بله. باشه واقعا همینطوره خانم میخواید شما کم حرف باشه, باشه که عروسی نگرفتیم ما بعد از عکاسیمون تقریبا خدافظی کردیم با پدرم و چند تا مهمون داشتید کجا گرفتید پدر مادرامون فقط پدر مادرامون بودن من مادرم و خواهر برادرم بودن بچه هاشون همین یعنی اصلا شلوغ پلوغ نبود میگم یک علتش چی بود دور همی شما دوست نداشتید مثلا تو لباس عروس از خودتون عکس بگیرید چرا ما لباس پوشیدیم اتفاقا لباس یعنی حتی برای 4 5 نفر برای 15 نفر بله 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 قشنگ این کارو انجام دادیم دوست داشتیم که حتما این اتفاق بیفته اصلش من فکر میکنم همینه ولی روی هم رفته من و خانم هم اصلا دوست نداشتیم ریخت و پاش اضافه‌ای داشته باشیم و اینکه دوست داشتیم خیلی جمع و جور همه چی برقرار بشه و خدا رو شکر خیلی خاطره قشنگی بشه خودتون راضی آره آره خانواده هم راضی آره آره یعنی اگر که قرار بود مثلا تا به الان طول بکشه و الان با هم ازدواج کنیم مطمئنا با اینکه همه چیز زمونه هم تغییر کرد یا حتی عقب‌تر این اتفاق میفته واقعا تصمیم برای این بود که خیلی ساده برگزار خب خدا رو شکر که تصمیمی که داشتید عملی کردید اما عباس غزالی رو با وضعیت سفید یادتون هست و اون تیپ مدل صحبت کردنت درسته بله الان ببین چقدر راحت صحبت میکنه اونجا یه تیپ ساخته بود نزدیک 8 ماه 10 ماه مجبور بود اونجوری صحبت بکنه دو سال و واقعا سخته چجوری صحبت میکردی؟ بذار اینم من میتونم میگفتی؟ این الان دست میزنن یعنی صحبت کنن یعنی باید صحبت کنی خود رو که میدونی سختمونه اینجور موقع حالا یه تیکه مثلا سال نو رو همونجوری تبریک بگو خوبه؟ من یکی از دیالوگای معروف همون سریال رو میگم حتما این کارو بکنی چون میدونم عیدم هست مردم و سریال دوست دارن خیلی براشون خاطر انگیزه شما هم اشاره کردیم منم گاهگداری برای بهروز وضعیت سفید دلم تنگ میشه این دیالوگ هم مردم واقعا همیشه هنوز که هنوز 10 سال گذشته تکرار میکنن با
اجازه. اون دوربین شماست اونجا اون زیر. بله اونو ندیده بودم. آره بابا ما همه جا اینا دستکون بدید بچه. دیدمشون. مامان مادر ننه سرپرست، این یکی اولادت کجا باست بخوابه؟ من و منیچ کجا باست بخوابیم؟ آه منیچ توتی رو آوردی گربه نخورش؟ آفر برای این که یک خط دیالوگ بگه، برای این که یک خط الان دیالوگ بگه هی فکر کرد هی ورق زد تو ذهنش و این بیروز کجاست؟ بیروز بیا بیرون، زودتر بیا بیرون، میخوام آقا الان نشونت بدیم دوباره. بعد به فکر کنید که مثلا دو سال آدم مجبوره با بیروز زندگی بکنه، دو سال بعد همسرش تحملش بکنه، شبیه بیروز میشه آدم، شبیه اون نقشه غذا میخوره، شبیه اون نقشه لباس میپوشه، شبیه اون نقشه معاشرت میکنه، مردم گریز میشه. درست میگم؟ همین اتفاقات میفته. واقعا همینطوره. من مدت ها واقعا دارم اینو میگم، انقدر که با این کاراکتر زندگی کردم تا مدت ها صحبت کردن معمولی من اینطوری شده. فراموش کرده بودی؟ فراموش که نکردی، اصلا میری در قالب اون آدمه. آدم وارد جلد اون نقش میشه و من تنها تکنیکی که به خرج دادم که تو اون نقش نمونم، اولا پیشنهادهای اون مدلی رو در واقع نپذیرفتم، گفتم بذار این خاطره قشنگ تو ابد تو ذهن مخاطب بمونه و خودم تو ورطه تکرار و کلیشه شدن نیفتم و سعی کردم فیلمنامه های متفاوت کار کنم و حتی نقش های این مدلی رو من یاد بگیرم از این. خواهش ببین، مردم شما رو در یک کاراکتر تیپ نمیگم، در یک کاراکتری دوست داشتن و دوست دارن اون رو تکرار کنن، حالا رو پردن ببینن چه اشکال بله. داره. نه نه اشکالی نداره، به شرطی که واقعا تو یک چیدمان و چارچوب درست قرار بگیره. اونو موافقم. اما امروز روز اینطوریه که مثلا یک گروهی مثلا وضعیت سفید رو دو سال زمان گذاشتن به بهترین شکل جواب داده، تیپ بهروز وضعیت سفید که من بازی کردم خیلی مخاطب باشه حس خوبی داره، بعد یک کارگردان تهیه‌کننده جدید میگه که خب این جواب داده، همون کارا رو بیا اینجا بکن بدون هیچ عقبه‌ای، بدون هیچ چیدمان قبلی. یعنی در واقع شما ترجیح ترجیح میده که یک شناسنامه جدید از همون تیپ داشته باشی، از همون کاراکتر داشته باشی. باجون رو در این کار انجام میدم، ولی همه پیشنهادات پس منتظر باشی؟ حتما حتما باشه خواهر. خیر، شما میلنده ویژه برنامه نوروز 98 برنامه کودکشو از شبکه نسیم هستید و قراره که بریم به اتاق بازی. من فکر کنم فقط بچه‌ها رو میفرستن بازی. نه نه من خودم هم رفتم تو اتاق بازی، خیالت راحت. چیکار باید بکنی؟ شما تشریف ببرید با دستای شما، اونجا دوستان من به شما میگن. با خانومم دیگه؟ نه خانومتون هستن، گفتگو میکنی. خب من اسم شما رو بنویسم یه گلدون ها خط من انقدرم بد نیست دا. اینجا دیگه رو هوا نوشتن یه ذره سخت میشه. کمک میکنه به شما تو خونه؟ کمک غیر از آشپزی بر برای کمک های دیگه انجام بله بله. چه کارهایی رو معمولا محول کردید به عباس؟ اونجوری نیستیم به هم دیگه محول کنیم، خودمون مثلا هر یعنی کاری که یه ذره قدیمی تر شده. خب چون الان دیگه مرد و زن شونه به شونه هم کار میکنن، زندگی رو میچرخونن، فقط کار بیرون نیست، توی خونه هم بالاخره اون خانومی که کار کرده بیرون تو خونه هم خب خستگیش تو برابر. یعنی شده مثلا یه روزایی عباس هم خسته از سر کار میاد، شما از بیرون از کارتون بیاید، حالا کاری که انجام میدید، ولی دیگه امروز حال ندارم شام درست کنم، یه چیزی سبک بخوریم. اصلا عباس از این اخلاق خداشکر نداره که سر غذا چیز بود. البته خود من عاشق آشپزیم. ولی خب اصلا پیش میاد دیگه یه روزایی دیگه. بریم سوال مسابقه خانواده غزالی رو ببینیم. عباس غزالی شما در 120 ثانیه چند ستون آجری را با ضربه زدن به توپ میاندازد؟ هیچ، 1 تا 4، 5 تا 8، بیشتر از 8. بهروز وضعیت سفید به نظر من بچه زبر و زرنگه. خیلی امیدوارم بیشتر از 8 تا فکر میکنم، اینجوری که میشناسمش خارج از اینجا این کارو. گزینه تون چنده؟ گزینه 4. بیشتر از 8 تا. گزینه 4 رو انتخاب میکنن. بعد از شماره شما گزینه رو بلند اعلام بفرمایید تا بریم به اتاق بازی. 3 2 1 گزینه 4. گزینه شماره 4 انتخاب خانم غزالی هست. بریم به اتاق بازی بچه‌ها ببینیم که عباس غزالی چه کار خواهد کرد. بله به یاد دوران من غزالی هستم، 3 ساله از تهران دیگه الان دیگه. خب 120 ثانیه هم شروع شد، به من بگید کی شروع میشه؟ به محض اینکه توپ رو شما بردارید. چون میخوام رکورد بزنم، رکورد دست کیه؟ شروع میشه. چند ساله بود؟ نه جدی هر وقت توپو بردارم؟ بله شروع شد؟ بله شروع شد. آقا شروعه؟ بله.
خب اولیش رد شد. دیدی اومدم ساده نیست. دو تا رو همزمان بیر بایی سی دو همین جوری پیش بری خیلی خوب. حالا این سه رو نصف نیمه میپذیم. آمال باید بریدن؟ آخ نه اونجوری هم اینقدر ساده نیست. 30 ثانیه از زمانش سپری شده. بازم ساده نیست. گفتم فوتبالی هم هیچ کدوم نمیخوره. تشویقم داره میکنه خانومم اصلا؟ بله دارم تشویقت میکنم. آها تشویقم کرده بود. تشویقم نکرده بود نمیتونستم بگم. بچه توپو برای من بفرست. چند ثانیه مونده؟ آها خوبه خوبه. آفرین. توپ توپ. 50 ثانیه از زمان سپری شده. خون سرد باشی. کل اون برج‌ها رو باید با خاک یکسان کنه. و الان نمیپذیریم ازش. چند ثانیه؟ 50 ثانیه فقط باقی مونده. آها ببینید به این شکل باید همش بریزید. زمانت داره تموم میشه پسر. خدشون کوتاه شد دیگه. آها خیلی دیگه فوتبالی بزنم. فقط 25 ثانیه زمان باقی مونده. چقدر پانزده ثانیه. آفرین. یه چیپ بزن. بوتای آخرم رید. رنگ ستاره شما تنها رو زدم دیگه. رنگشون چه رنگی؟ طلایی. خب عباس غزالی تونست به خوبی کاشته‌هاش رو بزنه و قراره که از دیوار جوایز ما شما استفاده کنید. از 1000 تومان تا 1,000,000 تومان ما جایزه خواهیم داشت. کافیه یک عدد رو انتخاب کنید، دستگاه توپ رو رها بکنه و ببینیم که به شکل اتفاقی در کدام جایزه می نشینه. بعد یه عدد رو بگم. خب عدد 6 عدد محبوب ماست. عدد 6 عدد محبوب شماست. می شماریم. قرمز هم هست. ایشالله که حالا ۳۰,۰۰۰ تومان جایزه نقدی تقدیم شما خواهد شد. کودکشویه های عزیز میدونن که ما جشنوارمون از 28 اسفند آغاز کردیم. هر شب قرار قرعه کشی بکنیم. 10,000,000 تومان جایزه تقدیم یک برنده خوش شانس بکنیم. شما هم شانس خودتون امتحان کنید. ستاره 3 ستاره 40 مربع رو شما رو گیری کنید. به عضویت اپ روماوا در بیاید و در مسابقه کتابخوانی شرکت کنید. در برنامه پایانی 5 جایزه 20,000,000 تومانی هم با شماره گیری همین کد اختصاصی برنامه تقدیم شما خواهد شد. بخش بعدی برنامه کودک. پیر شده نه؟ نه ولی خیلی نفس گیر بود. منو برد به خیلی وقت پیش و فکر میکردم خیلی ساده است. خیلی ساده نبود. باورت نمیشه تو این 120 ثانیه قشنگ قشنگ کل کودکیم با این لگو ها گذشت. اینا یه خورده حالا پیشرفت کردن بزرگتر شدن و یه خورده رنگ و لعابش بهتر شده. یه کودکیم کوچکتر بودن. این 20 سال 25 سال 30 سال رفتم عقب و خودم رو سعی کردم که وارد این اتاق کودک میشم توی برنامه کودک شو کودک بشم و اینو میدم به خانومم چون که قلب داره و اینم که من شکم و هم پس خودم. خیلی جایزه باحالی بود. دستتون درد نکنه.
مرسی، خیلی باحال بود. ممنون. ویژه برنامه نوروز 98 رو تماشا میکنید از شبکه نسیم و برنامه کودک شو. مهمان امشب ما عباس غزالی عزیز و همسر محترمشون که زنده باشید. لطف کردن. عباس، روزه اول عید معمولا کجا میری؟ اولین دیگه من پیش مادرم هستم. تنها هستن الان؟ و بله، با یونس، برادر در واقع تحت آقایی خانواده غزالی. چند تا بچه این هستن کلن؟ ما 6 تا خواهر برادریم، یعنی 5 تا برادر یه خواهر. من فرزند چهارمم. یونس هم که توی سریال وضعیت سفید نقش امیر رو بازی میکرد، از همینجا بهش سلام میکنم. سال نورم بهش تبریک میگم. سال نورم تبریک میگم. در واقع بچه آخر خانوادمون هستش. و پشمان جان ببخشید، من اسم مادرم میاد نمیتونم ارتباط مستقیم نگیرم، اجازه میدی؟ بله خواهش. با کدوم دوربین؟ همون دوربین که بله پیدا کرد. خودت. همون دوربین که پیدا کرد. مادر عزیزم، میدونی که چقدر دوستت دارم، میدونی که عاشقتم، میدونی که نوکرتم، خاک زیر پاتم، دست تو از همین طریق میبوسم و امیدوارم هر جا هستی خوب باشی. و یه سلام ویژه میخوام بکنم به همه مادرای ایران زمین. آفرین. و مادرانی که الان توی سالن هستن به افتخار خودتون لطفا. خب من میخوام یه خواهش دیگه بکنم. زنده باش. خانم‌ها دست نزنن، آقایون با تمام توانشون واسه مادرها دست بزنن. خیلی ممنون و متشکرم. خب اتاق بازی بزرگترها همسر شما اونجا هستن. من چطور؟ من خوب بودم. عالی بودی. آقا یه سوال بپرسم. عباس غزالی 3 سال از تهران چطور بود؟ فوق‌العاده بود. مرسی. نیفته فقط جایزه. آره این مدالی که گرفتم همه رو زدم دیگه. عالی بود، عالی. بریم اتاق بازی بزرگترها، جایی که سرکار خانم غزالی قراره که بازیشون رو انجام بدن. صدای شما رو میشنون. من صدا رو از اولش که خوب نمیزدم، صداتون رو خوب نداشتم. صدا اومد دیگه ترکوندم. انرژی جفت. صدامو داری؟ دارم. بله بله. خب حله، برو تشویقت میکنم، برو. خب قبول نیستین، بازی تخصص خودته. ای خب باش، من از دور ببینیم بازیتون چه هست. من نمیدونم چیه. ای اینو که من خیلی دوستش دارم. آقا جامونو عوض کن. نه دیگه، شما یه بازی انجام دادی، همسرت اومد. حالا کنارم باشن. ببین تمرکز، نفس عمیق اول. منو نفس عمیق. برو برو حله. عالی. عیبی نداره، عیبی نداره. عیبی نداره. تشویقشو نمی‌کنی تا مقابل. عجله نکن، عجله نکن، عجله نکن. ای وای، عجله نکن. اینا رو باید جمع کنن از جلو. نیاز داره. نه این بازی. بله بله، چند ثانیه؟ 3 بار فرصت دارم. 3 بار فرصت داره، عجله نکن. برو. وای بنده خدا عباس جان، یه دونه بعد بزنی این یکی بره کنار. من اینکه دیگه بخواد کاددار بزنی که دیگه نمیشه. خب ولش کن، بیا ورشون دار، بیا ورشون دار، بزن. آخرین تلاششونم بخواد این جلوشه دیگه. ببین یه بار دیگه بیشتر فرصت نداری. تمرکز، تمرکز میتونی. اولیه مهمه، اولیه مهمه. وایسا 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 وایسا، ضربه رو باید خیلی برسه ها بهش، یعنی یه خورده تندتر پرتاب کن. برو عجله نکن. خدا عباس داره برنامه رو گزارش میکنه. خوب بود؟ عجله نکن آقا، این قبوله. هیچ اشکال نداره. هیچی از ارزشات کم نشد عزیزم. ما یه بار دیگه هم فرصت میدیم به شما. خوبه عباس جان؟ یه بار دیگه فرصت. آره یه بار دیگه فرصت دادن. دقت دقت، زمینشون هم کرده. ببین اینجا همه دارن تشویقت میکنن. ای وای، ببین چقدر تاثیر داشت تشویق شما. برو این میزن. وای خیلی نداره. ما ستاره قرمز تقدیم شما خواهیم کرد. اما آقا اجازه بدیم از دیوار جایزه. یه مدال براش آوردم. البته بگو اینی که بخوای بگی بهتر. استفاده کنی از دیوار جوایز ما. خوبه؟ خیلی از بین اعداد 1 تا 7 قرار یک عدد رو انتخاب بکنی. چی میشه با؟ و از 1000 تومان تا 1,000,000 تومان جایزه داریم. همسرتون این بازی رو انجام دادن یه بار، 30,000 تومان برنده شدیم. جدی؟ همسرتون هم اونجا میشنم از صدای شما رو میشنم. چه عددی رو گفت؟ 6 رو گفتم. خب میخوایم مشورت کنیم با همسرت؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6 که مال ما کدومو؟ 3, 4, 6 همش مال ما شده. آره اون که همش مال ماست، مشخصه. پشمانم میدونه الان مجری نه. من چی نمیدونم. نه با احترام به همه اعداد البته و همه تیم ها و همه رنگ ها. بله. کدومو میگی عزیزم؟
هر کدوم خواهی دوست داری. هفت. عدد شماره هفت. چه باحال این. خیلی باحال این. قشنگ هم رو صد ریال. نه رب رو صد هزار تومان برنده شدی. عالیه. خیلی. ما جوایزی داریم در جشنواره نوروزی کودکشو در سال 98. به شما قول دادیم که بتونیم جوایزمون رو بیشتر بکنیم. به قولمون عمل کردیم. هر شب قرعه کشی داریم. 10 میلیون تومان جایزه تقدیم یک نفر خواهیم کرد. 15 شب 150 میلیون تومان و در شب آخر 5 جایزه 20 میلیونی تقدیم شما خواهیم کرد. همین الان ستاره 3 ستاره 40 مربع رو شماره گیری بفرمایید. به عضویت اپ روماوا در بیایید. در مسابقه کتابخوانی و استفاده از کتاب های صوتیش هم میتونید عضو بشید و استفاده بکنید. بریم بخش بعدی که بخش جذابتری هم هست. حالا کار داریم با خانواده غزالی. قبول نیست. بازی رو به من دادین که نقطه ضعفم بود، نقطه قوت عباس جان، ولی خب دیگه شرمنده شدم واقعا. ولی خب جایزش بیشتر از برد خودت بود. با اون زحمت بردی. خب بیننده ویژه برنامه نوروز هستید. آقای عباس غزالی و همسر محترم مهمان برنامه ما هستن. چطور بود برنامه‌تون تا اینجا؟ خیلی باحال بود. منو که 3 ساله کردیم قشنگ. نه آقا اختیار دارین. برگشتم به 32 سال پیش قشنگ. یعنی 35 سال تا الان. آره دیگه دیدین چیکار می‌کردم دیگه. فوق‌العاده بود و آخرین که زدی قشنگ رونالدوی نشستی رو زمین و ما بعد از هر بازی چه ببریم چه ببازیم این حرکتو می‌ریم. حال میکنیم با این؟ چطور بود؟ عالیه. حالتون خوشحال باشید. هر کاری دوست دارید. آره حالمون خوب باشه دیگه. و الان واقعا ممنونم از تو پشمان عزیز. برنامه خوبتون. واقعا از من پرسیدن. شاید خیلی‌ها فکر می‌کنن بگن که کودک نمایش دادن به این معنا باشه، ولی منظور من به نظرم این رو استنباط میکنم، کودک شو. بله کاملا. باید کودک بشی، باید کودک باشی. و واقعا الان حس خیلی خوبی دارم و مرسی از شما. من کردم اصلا کودک. آره اصلا کودکانه نبود. خیلی اون اصلا اسمش از اتاق بازی بزرگترها، یعنی پدر اصلا نقطه ضعف من تو زندگی نشونه‌گیریه. نقطه قوت ایشون. ولی نشونه خوبی گرفتی دا. به نظرم بهترین نشونه زندگی چه رو گرفتی؟ بهترین هدف زندگیتون رو زدی. البته هر دو طرف زنده باشه. آره همه چیز دو طرف است. یه نکته می‌خواستم بگم و نکتهش اینه که چون این برنامه هدفش اینه که پدرها و مادرها بازی می‌کنن، مسابقه‌شون انجام میدن، بچه‌ها برای خودشون ریلکس میان تو برنامه ما، کاراشون انجام میدن، بازی‌هاشون انجام میدن، میرن جایزه‌هاشون رو می‌گیرن. این رو گذاشتیم که پدر مادر نزدیک بشن به دوران بی‌نظیره کودکیشون. به نظرم بی‌نظیره. خیلی حرکت زیباییه و واقعا توی این برنامه‌تون وقتی که من تماشا می‌کردم این نشاط رو واقعا حس می‌کردم و تأثیرش روی مخاطب. خدا رو و پژمان جان من خیلی می‌خوام که خارج از هر جایزه و هر لوح تقدیر و هر تندیسی، واقعا من و تو این رو فهمیدیم از خیلی وقت پیش، جایزه اصلیمون رو از مردم گرفتیم. 100% واقعا من 100% قربون شما. و خوشحالم از این که پژمان عزیز که توی بازیگری انقدر موفقه، توی زمینه اجرام انقدر خوب و با نشاط داره اجرام میکنه. ما دیگه پیر شدیم، باید میدونه بدیم دست شما جوانا. ما یه فیلم مشترک داشتیم به اسم همه چی عادیه. از همینجا یه ترجیبندی در واقع در بازی خودش عباس گذاشته بود که در یک لحظاتی اینجوری میشه. درسته؟ آره دقیقاً. آره گاهگداری توی لحظات به خصوص اون نقش که بازیم کم اینجوری میشد. یه جوان روستایی بود که با هدف رویاهای پوشالی که معمولاً در شهرهای بزرگ وجود داره وارد تهران میشه. حالا گیر یه سری آدمهایی میفته که گرگهای انسان نما هستن، حالا سرش کلا میذارن اذیتش میکنن و روم به دیوار شطرنجی بشن. خودم بازی کردم اون نقش رو. خیلی یادش بخیر. حالا فیلم که بهش اشاره کردیم، فیلم همه چی عادیه و این کاراکتری که به خاطر کمبود آب با صداقت و سادگیش اومده بود شهر و تقابل این آدمای روستایی با آدمای شهری خیلی درست مفرح بود و یه مقداری کمیک هم میشد، ولی واقعا پیام این چنینی داشت، یعنی واقعا جذابیت های پوشالی باعث میشه که در واقع از اون ور کلوبارشون جمع کنن. بعد اون مثلا چه سری آدم‌ها مثلا دستبیکی کردن صفا رو از کارش کار بکنن برای اینکه جای خودشون تنگتر بوده بودن، پاپوش براش درست کردن. و همین پیامی که شما در واقع گفتین، به نظر من هر کی توی جای خودش میتونه بهترین شرایط رو برای خودش آخه الان دانش بیاره. هست میدونی چی میگم، مثلا در روستاها بچهای تحصیل کرده هستن،
اما این بخش مسابقه ما، لطفاً پشت به پشت هم بشینید. 7 پرسش از شما میپرسیم. دوستان من طراحی کردن. ما کدوم تقلب میشه برای هم دیگه رسوم دیگه؟ نه، چون صدای شما رو میشنویم. 11 تا هم دوربین اینجا هست. خب 4 تا شد. استثنا آبیه رو بپذیر دیگه. بازی مسابقه. خیلی تعصبی هستین شماها. من ببین، من که خیلی تعصبی ام. خب میگم با احترام به همه تیم ها، ولی دیگه تو رقابت و فوتبال و ورزش و اینا خانومم دو برابر من. نه بابا، بیا بذار دعوا نشده، بذار عوض کنیم. بیا من دوستان استقلالی هم دارم. بله هممون داریم. زنده باد. به هر حال این دو تا تیم با هم دیگه به هم هویت میدن. اما پرسش اول، چهار سال زندگی مشترک تشکیل دارید، حتما از علاقه همدیگه خبر دارید. میخوام بپرسیم که کتاب محبوب و مورد علاقه سرکار خانم غزالی چه کتابی هست و هر دو بنویسید برای ما. من خودم هر دو بنویسید. بله، چه کتابی دوست دارید؟ من برای خانم، خانم برای من. اسمش یادم اسمش هست بابل بود. میلیونره بابل بود. میلیونره بابل رو گفتن، ولی رو به دوربین ها نشون بدید لطفا. ثروتمندترین مرد بابل. آره ثروتمندترین مرد. رو به دوربین ها نشون بدید. نمیپذیریم چون شما نوشتید بیشعوری. کتاب خوبی هم هست. نه نه نه، من برای خانممو نوشتم. خب خانمتون مشابه نشد دیگه. نه نه، عذرخواهی میکنم. ببست. من فکر کردم من باید کتابی که خانمم دوست داره رو بگم. بله دقیقاً همینه دیگه. منم حالا خود همه بابل. خب پس باختیم. باختیم. این بخش رو ما نمیخواستیم. خب ایشون درست نوشته. خب شما این باید... کتابو خوشم. شما هم باید همینو می‌نوشید. خب. نه پس من یه چیزی الان متوجه نشدم. کلمنتس درست میگم بیشوری. بله 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 بله. من متوجه نشدم. الان این سوال ما هم... هر سوالی میپرسیم باید جوابتون مشابه باشه. عین همین. کتابی که مشترک دوست داریم یعنی. نه, نه. ما پرسیم کتابی که خانم دوست داشتن، کتاب بیشوری شما درست نوشتید. خودشون ولی خانم هم کتابی که من دوست دارمو نوشتن. حالا اشکال اولیش رو سوخت دادید اصطلاحاً، حالا دومیش یاد. چند تا سواله؟ 7 تا 4 تاشو درست کردم. جبران می‌کنیم. اصلا نگران. پرسش دوم. آقای غزالی از کی حساب میبرند؟ نمیتونم. نه بنویسید. در زندگی؟ بله. فداکاری میکنم بگیم. 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 خب همه ما هم احترام میذاریم به مادرامون، هم ازشون حساب میبریم، اما... ای نه وای. آقای بازه، من نتونستم بنویسم. ای وای، ظاهرن قراره که دیگه از مامانت خیلی حساب نبری. نه واقعا از خانومت حساب ببری. نتونستم بنویسم. خیلی کلیه آخه. خیلی کلی. پرسش سوم، اهل سفر کردن هستید؟ خیلی. خوش سفرترین آدمی که میشناسید کیه؟ اگه بخواد بری سفر با کی میره سفر که خوش سفر باشه؟ اینو درست نوشتیم. اینو مطمئنم درست نوشتیم. اما نوشتن خودمون با خودمون حال میکنیم، با همدیگه میریم سفر، خوش میگذره. در جبران مافات همراه با یک قلب نوشتن همسر عزیزم. جبران قبلی بود. درست دیگه. بله درست. چند سال کار سینما میکنی عباس جان؟ 20 سال شد. میخوام بپرسیم که خوشتیپ ترین مرد سینمای ایران از نظر عباس غزالی. نه خورده میشم. ایران. بله بنویسید. خب بدین به من دیگه، زمانتون تموم شد. نوشتن این حدشم بر. بله دوست دارن استاد علی نصیریان خوشیب ترین مرد هستن. ماشیکتون رو به هم میدین. از نظر همسرشون عباس غزالی خوبه. البته من تقلب نوشتم، ایچی ننوشته بودن. خیلی ممنون. میخدمت شما.
ستای پایانی بایستی درست جواب بدی. سوال پنجم رو بشنویم. چهار تا بهار رو در کنار هم سپری کردید، درسته؟ چهار بهار رو دیدید، چهار عید رو دیدید. میخوام بپرسیم در بهار اول، در سال اول که اولین عید مشترکتون بود، چه کادویی دادید به آقای غزالی؟ بنویسید برای ما. اشتباه؟ نه، من برم میخندم. ساعت مچی از نظر آقای غزالی اولین عیدیشون ساعت مچی بوده، اما یک هدیه با ارزشتر حوله لباسی. صداقت رو بزنید. آره دیگه، خب درست باید بریزید. سوال ششم، پس ساعته کی بود؟ خب من میخوام بگیم که شما اهل دیدن فیلم، تلویزیون و همه چی هستی دیگه، درسته؟ برنامه تلویزیونی مورد علاقه هر دو نفرتون چه برنامه ایست؟ الان؟ بله بله. آفرین. و اما پرسش هفتم آخریشه؟ بله. آخرین باری که آقای غزالی به همسرشون گفتن دوستت دارم کی بوده؟ انشا داره نویسه. جبران اون قلبه رو میخواد نوشتن. وقتی از خونه اومدیم بیرون قبل برنامه تو راه تو ماشین یادته؟ خب بیستید پشت میز. تو همین برنامه پشت میز بیستید لطفا. ممنون. مدال هم ممنون. ستاره قرمز تقدیم شما خواهیم کرد، هیچ اشکالی نداره، اما دیگه دیوار جایزه رو نمیتونید استفاده کنید. قرمز دیگه ایبی نداره. اشکال نداره. ولی ما جوایز داریم. همین الان تلفن همراهتون رو بردارید، ستاره 3 ستاره 40 مربع رو شماره گیری کنید، تو قرعه کشی فردا شب شرکت بکنید. 10 میلیون تومان جایزه به یک نفر تقدیم خواهیم کرد. 15 جایزه 10 میلیونی به مبلغ 150 میلیون تومان در 15 شب و در برنامه پایانی 5 جایزه 20 میلیونی معادل 100 میلیون تومان در آخرین برنامه ویژه نوروز 98. بخش بعدی ما در این پاکت یک چیزی رو در نظر گرفتن دوستان من، یک نوشته‌ای هست که 20 کاغذی که در دهان این مایه ها هست بایستی سید بکنید، شما رو راهنمایی میکنه تا برسید زودتر به آن چیزی که مد نظر ما هست. اگر موفق بشید ستاره طلایی و دیوار جوایز. آماده اید؟ بله. یه 20 سوالی حالا به این شکل ما داریم. منو ببین چقدر آمادم. باش میشوریم. خب بریم. کاغذ یا رو برداری، مثلا اینو میتونی برداری. همون الان بسته. آها ببند ببند عمو جان. خب همسرتون براتون بخونم، شما سریع سید کنید. همچنان بزنید سر جاش. میتونه هدیه خوبی باشه. میتونه هدیه خوبی باشه. هدیه خوبی باشه. اینا اینا اینا. بعضی مدلاش برق میزنن. یه هدیه خوب که بعضی از مدلاش برق میزنه. برلیانه. چیه؟ برلیان؟ نه. اونو خانوما خیلی دوست دارن ولی برق میزنه. جنسیتش رو مشخص نکرده این هدیه رو. اندازه‌های مختلفی داره. اندازه‌های مختلفی داره. نیمی از زمانتون تقریبا سپری شده.
این ماهیگیر رو بله اون بده من بسید تنوع رنگ داره تنوع رنگی هم داره شما حدستون چیه؟ تو ذهنتون؟ تو ذهنتون تنوع رنگ نداره میتونه کادوی خوبی باشه گل بدون اون نمیشه از خونه گل بیرون رفت بدون اون از خونه نمیشه رفت بیرون جواب شما چی هست؟ اگه شسته نشه بومیده جواب شما کفشه؟ جوراب کفشه جوراب کفشه جوراب؟ اینو بگیم خیلی این کمک این تعیین کننده است همه یکی یا بیشتر ازش دارن پس کفشه وایسه وایسه اینا اینم این دیگه مشخص میکنه این باید خونده بشه طراحیش به کارکردش بستگی داره طراحیش به کارگردش کارکردش بستگی داره کفش اولش گفتی دیدم انقدر سرگرم ماهیگیری هستی بین جوراب و کفش مونده بودیم نه اصلا انقدر شما سرگرم ماهیگیری بودی حیفم اومد مثلا وسطش رد گفتی بذار تایمشو بره داره بازی میکنه دیگه خیلی بانمک بود دست به افتخار خودتون بله به افتخار شما و این ماهیگیری عزیز دیوار جوایز ما فعال خواهد شد از بین اعداد 1 تا 7 یک عدد رو انتخاب کنید ان شاء الله برنده 1,000,000 تومان باشید مدال داره اینجا ما الان چی برنده شدیم ستاره طلاییشون رو تقدیم بکنین بله ممنون و استفاده از دیوار جوایز من یه اعترافی هم باید بکنم توی بخش پشت به پشت که نشسته بودیم تابلو دستمون بود آقای بازرگی گفتن لطفاً خوشیپترین مرد سینما ایرانو اسم منو ننویسید اصرار ما باشه دیگه در نهایت نذاشتن خلاصه آقای بازرگی دیگه نه بابا خواهش می‌کنم نه دوستان ما خیلی ممنون متشکرم اختیار داریم لطف شماست سلامت باشین عدد 1 تا 7 بله شما بفرمایید خوشانسر بودی یکی که مهریه من بودم بله اشاره کردم به مهریه شون خب مهریه یک سکه بهار یک سکه بهار بله. آفری بشه اونجا اندل مطالبه هم هست میتونی همین الان تقدیمشون کنی نه میشوریم بدیدیم بیا وسط نه ای وای 40,000 دیده داشت میرفتی 1,000,000 تومان 40,000 تومان برنده ای این بخش شدن اما فرقی نمی کنه اینم با حال بود خیر همراه شما میریم بخش بعدی برنامه کودک شو میخوام از دلیل حضورم تو این برنامه بگم برنامه که مربوط به کودکانه حضور من اینجا به خاطر وجود همسرمه که یه کودک درونی داره که به شدت زنده است آشپزیشون که متاسفانه اصلا علاقه نداره چون من خودم عاشق آشپزیم با اینکه یه معمار هستم ولی خیلی زیاد علاقه به آشپزی دارم ایشون هم فکر کنم اصلا نیازی نمیبینه که حتی یه نیبو درست کردن رو هم تجربه بکنه خوشبختانه غذا همه غذا رو دوست داره به غیر از غذایی که شل باشه بیشتر نونی باید باشه غذا تا برنجی ایشون به شدت به مسافرت علاقه داره اصلا نقشایی رو هم انتخاب میکنه که توی لوکیشنای سخت و دور از شهر باشه خیلی دوست داره اصلا علاقه داره که یه همچین نقشایی رو بازی بکنه برخلاف شاید خیلی های دیگه به خاطر همین ما خیلی از اوقات زندگیمون که اگر ایشون سرکار نباشه در سفر هست عیدا ایشون خب عید نوروز به خاطر نذرشون همیشه میرن حرم امام رضا حالا من اگر بتونم همراهشون هستم اگر نه که ایشون نائب زیاره من هستن عصبانی زیاد نمیشه واقعا ترافیک کلافش میکنه خوشحال بودنی که با هم فیلم ببینیم و درباره این چیزا صحبت بکنیم کارشون خیلی خوشحالشون میکنه ایشون فکر میکنم که خب با سریال وضعیت سفید که مردم خیلی ایشون رو بیشتر دوست دارن ولی خودشون فکر میکنم نقشی که تو فیلم سینمای قیچی داشتن رو خیلی دوست دارن من یه فیلم طنز ایشون بازی کرده فیلم سینمایی طنز اسم کاراکترشون صفاست اسم فیلم همه چی عادیه من به خاطر اینکه اونجا کاملا یک شخصیت متفاوت رو بازی کرده اون نقش رو بیشتر دوست دارم بیننده برنامه کودک شو هستید در جشنواره جوایز رسیدیم به بخش جشنواره جوایز کودک شو کسانی که در قرعه کشی ما شرکت کردند
ستاره 3 ستاره 40 مرور شماره گیری کردن، هر شب 15 شب 15 میلیون تومان در خدمت شما هستیم. 150 میلیون تومان در 5 برنامه پایانی، 5 20 میلیون تومان تقدیم شما خواهیم کرد، در مجموع 250 میلیون تومان در برنامه عیدانه کودک شو و در جشنواره جوایزش تقدیم شما خواهیم کرد. به عضویت اپ روماوا هم که میدونید میتونید در بیاد، کتاب صوتی داره و در مسابقه کتابخوانی. سرکار خانم کرمی مجدد در خدمتشون هستیم، یه سلام علیکی داشته باشید. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت همه حضار محترم و همینطور هموطنان عزیزم. بسیار چقدر فرصت داریم؟ جامعه آماری امروز ما 309398 شانس هست. بسیار عالی. میخوایم از شما یک عدد من بگید لطفا، از بین 0 تا 9. عدد شماره 4 شما سرکار خانم، 5 بسرم شما یه عدد بگید. بله. عدد شماره 6 شما آقا، 7 چند تا شد؟ دو تا عدد دیگه مونده. شما آقایی که 9 و از 0 1 2، از بین 0 1 2 من 2 میگم اگه ایزه بدید. بله. میشه 297654 این نفری بودند که در اورکشی ما شرکت کردن. 0937 21 60. مبارکتون باشه. دوستان من تماس میگیرن، در همین نوروز جایزه رو تقدیم شما خواهند کرد. اما کسانی که در اورکشی فردا شب میخوان شرکت بکنن در جشنواره جوایز کودک شو ستاره 3 ستاره 40 مربع، همین الان شماره گیری کنن، به عضویت اپ روماوا در بیان و در مسابقه کتابخوانی شرکت کنن. 15 شب 15 جایزه 10 میلیونی در برنامه پایانی، 5 جایزه 20 میلیونی تقدیم شما خواهیم کرد. خیلی ممنون که بیننده برنامه ما هستید، از شما هم تشکر می‌کنم. بخش بعدی برنامه کودک. کودکی من که کودکی آرومی نبوده، واقعا نبوده و هیچ دیوار راستی نبود که بالا نرفته بودم و خیلی کنجکاو بودم، خیلی شیطون بودم، خیلی دوست داشتم کشف کنم هر چیزی رو. آها، کارتونی من فکر کردم. علی بابا فکر میکنم جز کارتونای مورد علاقه هم بود، دوست داشتم. علی بابا، سندباد، الان همه رنگ ها هست و هر لحظه از زندگیم یک رنگیه و 4 ساله که رنگ زندگیم سبز شده از وقتی که ازدواج کردم و موبایلم زنگ خورد جواب نمیدم. بله، الان رنگ قالب سبز واقعا از وقتی که در واقع زندگی مشترک رو شروع کردم. یعنی اینکه کودک شو، حالا شاید شو به معنی نمایش و اینجور چیزها باشه، ولی من نمیگم کودک شو، یعنی کودک بشو. آرزوی سال 98 هیچ پدری شرمنده فرزندانش نباشه و کلی اتفاقات خوب، هر چی اتفاقات خوب هست رو آرزو میکنم از صمیم قلب. ممنونم. دفتر برنامه امشب رو هم با یادگاری از عباس غزالی و همسر محترمشون داریم میبندیم. خیلی ممنون از اینکه در برنامه ما شرکت کردید. خیلی متشکریم از اینکه کودک شدید و انشالله که به زودی پدر و مادر بشوید و برنامه ما اینقدر ادامه داشته باشه که بازم شما رو با فرزندتون و فرزندانتون در اینجا با افتخار ببینیم. خواهش میکنم حتما. و صحبت پایانی خواهش میکنم. اول من شروع کردم دیگه، آخرش دیگه الان یخت باز شده دیگه. خواهش میکنم. خیلی ممنون که ما رو دعوت کردیم. خوش گذشت، هرچند که بازی سختی رو به من دادی. ولی واقعا آرزو میکنم که مردم ایران سال خیلی خوبی رو داشته باشن، هم با هم دیگه خیلی مهربان‌تر باشن، هم با محیط زیست و حیوانه. بله، بسیار عالی. ممنونم از شما آقای بازدهی و اجرای خوبتون و همچنین دوستان زحمتکشتون و کلن تیم کودک شو و این فرصتی بکنم که به ما دادین خیلی برای من شما لطف کردی تو برنامه زنده باشین. خوشحالم که در سال 98 برای اولین بار با همسرم تو یک برنامه این چنینی حضور داشتم و مطمئنن خاطره شیرینش تا ابد توی ذهنمون میمونه انشالله. و من همیشه آخر هر برنامه دعام عاقبت به خیریه و در سال جدید دعا میکنم که هیچ مریضی، هیچ عزیزی در بستر بیماری نباشه. امیدوارم که لباس عافیت بپوشن و اینکه مردم عزیز کشورمون در فشار اقتصادی نباشن، گرفتاری ها هی کم و کم و کمتر بشه و از بین بره و جیبا پر از پول باشه و سفرهامون پر برکت. الهی آمین. خیلی ممنون. با دستای شما خداحافظی میکنیم از عباس غزالی و همسر
محترمشون، خیلی ممنون، لطف کردی. بازم از این کارا بکنید. تشریف بیارید. قربونت برم. ممنون از اینکه بیننده برنامه ما هستید. ممنون که از لطف خودتون ما رو بی بهره نمیذارید. برنامه رو برای شما میسازیم. پس سعی بکنید اگر انتقادی دارید، اگر پیشنهادی دارید برای بهتر شدن برنامه خودتون، لطفاً بفرستید. تا برنامه بعد، بدرود. شب شما بخیر. همه چی رو بلکن بیا تو کودک شوی هیجانی، میدونی جایزه چیه یا بده مجدگانی. خیلی سخت بود به اصطلاح ترکوندیم که بچه بزرگ کردی به این جلسودی. بده مجدگانی، بده 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 مجدگانی، نکن شک بزن تو بک، زندگیت رو بچینی بعد اساس کودک. کودک درون بیا بیرون، کودک درون تو بذار بیاد بیرون. یکم هوا بخوره، حالا بگو هوا چطوره توی اتمسفر کودک. شو انرژی مصفت بره بره بره. همه چی رو بلکن بیا تو کودک شو یه هیجانی، میدونی جایزه چیه یا بده مجدگانی. خیلی سخت بود به اصطلاح ترکوندیم که بچه بزرگ کردیم به این ترسوندیم. گریه اخم و خنده ناراحتی بده اخه اخه آخه اشتها رو میبنده. ایشالله بلا به دوره نگیری نامپوره، هرچی داره برد و باختی آخه میدونی بازی دیگه. اعتماد به نفست باید بشه اعتماد به سختت، باید جایزه بگیری آخه میدونی که به سرد. خیلی سخت بود به اصطلاح ترکوندیم که بچه بزرگ کردی به این جلسوندیم. خیلی سخت بود به اصطلاح